طبیعت از چی مشتق شده؟ اصل مصدرش اینه طبع. طبع الطبع الطبع طبع یتبع و تابع مطبوع. طبع یعنی چه در لغت؟ یعنی نقش زدن. مهرت میزنی؟ طبع. الان مطبوعات که میگن یعنی چه؟ یعنی چاپ میکن، چاپ کردن، نقش زدن، چاپ، صورت دادن. این مطبوعات. خب طبع یتبع و تابع مطبوع. طبیعت چه صیغه‌ایه؟ یحتمل که مصدر باشه، طبع یتبع و طبیعتن و تباعا و طبیعتن. یه احتمال. من احتمال میدم بر وزن فعیلم باشه. طبیعت، طبیعه، فعیل و فعیله. وزن فعیل صیغه مبالغه است و وزن فعیل هم به معنی مفعول هم به معنی فاعل. قتیل به معنی مقتول هست، ما میگیم قتیل، قتیل کربلا یعنی مقتول. گاهی قتیل معنی فاعل، قاتل هم میاد، ممکن بگیم قتیل یعنی قاتل. وزن فعیل احتمال دو معنی فاعل و مفعول داره. حالا طبیعت اگر صیغه طبیعه بگیم که مؤنثش بگیم، بر وزن فعیل اگه بگیریم هم معنی فاعلی میتونه داشته باشه هم معنی مفعولی. لغت شناسی دارم میکنم. حالا اگر طبیعت معنی نقش زدنه، حک کردنه، به معنی فاعل باشه یعنی چی؟ به معنی مفعول باشه یعنی چی؟ تفاوت پیدا میکنه. اگر طبیعت رو به معنی فاعلیش بگیری یعنی نقش میزنه، یعنی یه چیزی هست که مرتب به این عالم نقش صورت میده. الان من محصولت نقش رو من زده، رو این میز زده، رو این دیوار، رو این درخت. این درخت نقش طبیعت، طبیعت نقش رو این درخت زده، شکل درخت پیدا کرد، رو گربه، رو کبوتر، رو کلاغ، هی نقش میزنه، نقش میزنه. این اگر چنانچه فاعل بگیریم، فاعل معنی فاعل. اما اگه فاعل معنی مفعول بگیریم یعنی چی؟ مثل قتیل معنی مقتول. یعنی نقش میخوره روش. طبیعت چیزیه، یه دستی، حالا اون کجاست؟ دست غیبی شاید باشه، چه میدونیم؟ حالا فعلا وارد اون بحث نمیشه، هی روش نقش میزنه. طبیعت یه چیزی نقش میخوره، با هر نقشی که میگیره یه صورت ظاهر میشه. یه نقشی روش میخوره درخت میشه، یه نقشی روش میخوره کبوتر میشه، یه نقشی روش میخوره کلاغ میشه. هی بگو هی کن. این همه صور در عالم. گفتم صور، عالم عالم صوره، عالم عالم صوره. ما با صورتها روبرو هستیم. این صور معنی دارند، هیچ صورتی بی معنی نیست، حتی بدترین صورت ها هیچ شکلی بی معنی نیست. سوال، معنی این صورت ها از کهکشان گرفته تا مولکول اتم، از پشه گرفته تا فرشتگان صورت دارن. فرشته ها یه شکل مجرد دارن برای خودشون. حالا قرآن که اصلا شکل برشون تعیین کرده، اولی اجنحه شون میدونه، بال داره. آره قرآن میگه جبرئیل بال داره، آشکارش کنه. اما بالش چجوریه؟ میگه آقای بونو باید معنی کنه. بال داره جبرئیل، چجوری بال میزنه؟ مولوی معنی کرده برامون. عقل را و 700 پرست و هر پری از سما بگرفته تا تحت سری. عقلم پر داره، اما چند تا پر داره؟ لایتنایی. چجوری پر میزنه؟ از ما فوق ملکوت تا مادون هیولا. پر به این معنیه، احاطه هست، نه پر کبوتر. خیلی خوب، عرض میکنم به حضور شما که حالا وقت که صورتها در این عالم، ما با صورتها مواجهیم و هر صورت معنی داره، معنی کجاست؟ معنی نتوان دید مگر در صورت. هیچ کس معنی قیافش رو نمیبینه، همیشه معنی در یه قیافه ظاهر میشه، در یه شکل. همیشه معنی به شکل تا کنون کسی ندیده علل اطلاق. حتی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم وحی الهی رو به صورت جبرئیل میبینه. آره به شکل میبینه. معنی در صورت دیده میشه. حالا از عالم معنی میخوام بگذرم، معنی عالم لایتناهی واردش نمیشم، وقتم هم کمه. اجازه بدین تو طبیعت، چون اندیشمندان اینجا نشستن، بزرگان علمای عالم شرق و غرب، فیزیسیان ها، فیزیکدان ها، علمای طبیعت شناس، شما طبیعت رو میشناسین یا طبیعیات رو؟
شما با طبیعی روبرو هستین یا با طبیعت؟ یه جواب یک اسم من بده. ما هر چه ببینیم طبیعیه. خود طبیعت کو؟ اولا طبیعی با طبیعت یکی یه دوتاست. دوتاست، آفرین بر شما. طبیعی یا نسبته به اصطلاح طلبگی، یعنی چیزی که منسوبه به طبیعت. پس طبیعت غیر طبیعیه. طبیعی یعنی با طبیعت هماهنگه یا نسبت بطره. ما طبیعی ها را میبینیم حتی در میکروسکوپ، در تلسکوپ دورترین طبیعی را میبینیم، در میکروسکوپ ریزترین طبیعی، اونم طبیعیه. در میکروسکوپ طبیعی رو میبینی یا طبیعت رو؟ طبیعی رو. حالا کی خود طبیعت رو دیده؟ لخلوریان، یه فیزیسیانی، یه شیمیستی، یه عالمی اینجا تو همین جلسه اگه هست به من بگی ما دیدیم طبیعت رو. آقای بانو شما که از فرانسه اومده بگو. گمون نکنم کسی طبیعت رو دیده. طبیعی ما میبینیم. آره، ما با طبیعیات، طبیعیات، ابن سینا میگه طبیعیات، نمیگه طبیعت، طبیعیات، طبیعی. ما الان طبیعی، همه چیز طبیعیشو میخوایم، نمیدونیم طبیعت چیه. واقعا طبیعت چیه؟ حالا ببینم فیزیک طبیعت رو میشناسه یا فلسفه این بحثو مطرح میکنه. فلسفه میگه ما هو ما هیت طبیعه. خب طبیعی مال تو، نگاه کن، داری میبینی بالمشابه، تجربه داری میبینی، ها میبینی تو میکروسکوپ، خدا به در تو بیامرزه، باریک الله، خب پیش رفت کردی، دیدی. اما چیه دیدی؟ طبیعیو. طبیعت کو؟ حالا با معنی کن، معنی باز از این بالاتره. حالا عالم وارد عالم معنی نمیشیم که اون دریای بیکران است. طبیعت کو؟ ماده یا مجرده؟ اگه بگم طبیعت مجرده مشکل دارم، چون طبیعی مادیه. وقتی تو مجرد مادی میشه. اگه بگم مجرد نیست، پس چجوری دیده نمیشه؟ پس چجوری تو شکار، به شکار من نمی، هرچی من تورم میاندازم طبیعت رو بگیرم، طبیعی من تورم میاندازم تو دنیا و طبیعت که طبیعت رو سید کنم، توی تور سیدم چی میاد؟ طبیعیات. تورو میدازم برای طبیعت، طبیعی میاد. طبیعت چرا نمیاد؟ نمیتونم، من نمیتونم سیدش کنم. نمیدونم علمای زیست شناس، طبیعیدان ها طبیعت رو چی میدونن. من میگم ما ازش استفاده، خب بارکالله، راست میگین، استفاده میکنن، خیلی استفاده ها میکنین، خیلی شگفت انگیز استفاده های ما از طبیعت. همه کاری که میکنیم از طبیعت استفاده میکنیم دیگه، هیچ کاری در این عالم انجام نمیشه مگر اینکه از طبیعت استفاده میکنیم. اینا رو میدونم. اما این که این همه ما ازش استفاده میکنیم و با طبیعی ها روبرو هم، خودش کو؟ چرا خودش قیافش یه روز به ما نشون نمیده که ما فهمیم طبیعت کجاست؟ من طرح سوال کردم، مثلا نمیخوام جواب بدم. ما کارمون طرح سواله، از ما جواب نخواهند خیلی. حتی وقتم که جواب بدیم دوباره بعد از اون جواب یه سوال دیگه مطرح میکنه. فلسفه کارش طرح سواله. حالا این کلاسی که ما همیشه اینجا داریم، حالا امروز تبدیل شده به این جلسه، بعضی هم فوری میخوان یه سوال بکنن، فوری هم جوابشو به من بده. آخه جواب فوری یعنی چه؟ سوال مهمه، جواب خیلی مهم نی. حالا جواب بالاخره یه روز داده میشه. آدم ها بلد نیستن سوال کنن، جواب میخوان. جواب مخصوصا دنیای امروز که هم دنیای تکنیک سرعت، دنیای تکنیک سرعت هم هست، دنیای حوصله کمه. دنیای تکنیک دنیای سرعت. ببینید هواپیما اینا که میرن، قمر مصنوعی، اینا سرعتشو با سرعت یه حیوان، یه اسب، یه الاغ مقایسه کن، چقدر فاصله هست. به همین اندازه حوصله انسان کم شده. هی انتظار جواب فوری داره، قطعی به من بگو، من ناراحتم، جوابشو بگو. نه، فست فود، غذا آماده، فست فود، ساندویچ. حالا سابق اون زن تو خونه چقدر زحمت میکشه یه آبگوش بپزه، یه خورش قرمه سبزی، فست فود بخوره بود. اینا علوم هم فست فودی، دنیای امروز با علوم هم فست فودی برخورد میکنه. یا لزوم بگم من میخوام برم کار دارم، حوصله ندارم فکر کنم. اینا نمیشه. دنیای امروز با این مشکلات روبرو هستیم، حوصله تفکر نداریم،
من نمیخوام از تکنولوژی اصلا انتقاد کنم، اصلا نمیشه انتقاد کردنم بی خوده، مگه با صرف انتقاد از تکنولوژی، تکنولوژی میره کنار، حرف مزخرفه، باید باشه یه جوری کنار اومد، باید شناخته چیکار باید بکنیم، حالا که فوش بدیم به تکنولوژی، حرف درست شد؟ درست نمیشه، تمام وجود من الان تو تکنیکه، من نمیتونم یه نفس بکشم بدون تکنولوژی. ما فوش نمیدیم، اما باید ببینیم راه حل چیه، چی کار باید کرد بشر، بشناسیم ماهیت تکنولوژی رو، باش یه جوری کنار بیایم، ببینیم ما رو به کجا میخواد ببره، بالاخره ما رو به سلامت به جایی میخواد برسونه، این وسط ها ما رو معلق، بشریت رو معلق میکنه، این خطر هم هست. عرض کردم یه تیغ دو دمه و دو نگاه میشه بهش کرد. دو جنگ جهانی نشون داد که تکنولوژی میتونه خطرناک باشه، اینا دیگه اثبات شده، از تاریخی سند محکمه، من اینجا فلسفه نمی بافم، تاریخ میگم. دو جنگ جهانی نشون داد که تکنیک و اسلحه چقدر میتونه خطرناک باشه، و خدا نکنه سومش به وجود بیاد که اون سوم دیگه ممکنه با نابودی بشر تمام بشه. اینا رو هم هست، اما با این خطرهایی که در پیشه فوش هم نمیدیم، باید سعی کنیم بشناسیمش. متاسفانه این سعی انجام نمیشه. تکنوکرات ها میگن همینه خوبه و ما داریم میریم، اونام که مخالفن های فوش میدن و نق میزنن، اینم کار به جایی نمیرسه. باید بیان سوال کنن ببینیم چی کار باید کرد، چه کار باید کرد. چون حالا منتظر جواب هستین شماها، من عرض کردم من جوابگو نیستم، من فقط سوال طرح میکنم. کار فلسفه، کار من کار فلسفه است، طرح سوال. تنها راهی که الان به ذهن من میرسه، این البته خیلی خام و ابتداییه، باید اندیشمندان بشینن فکر کنن، همه شرق و غرب بشینن فکر کنن، با هم کنار بیان. علم پیشرفته، تکنیک خیلی پیشرفته، شما بهتر از من میدونید که چه کارهایی داره تکنیک میکنه، اصلا محیرالعقوله. موبایل تو جیب ده، پکن، موسکو، واشنگتن، من که ندارم، مثلا موبایل ندارم. فاصله مکانی رو برداشتین، فاصله زمانی هم کم کم بر میدارین، همه چیز وضع شد. پیشرفت علم، در پیشرفتش تردید نکنید. پیشرفتش هم عظمت انسانه، اینم نکوهش نکنید. اما آیا اخلاق بشری پیشرفته؟ مردم امروز اخلاقی تر از مردم 2000 سال پیش هم؟ بنده باورم نیست. قوانین حکومتی خیلی پیشرفته؟ حالا دموکراسی میگن خب یه ذره بد نیست. مثلا فرعون زمان فراعنه حضرت موسی علیه السلام با یه دیکتاتور امروز، حالا اوباما را نمیخوام بگم، من نمیخوام اسم ببرم، حالا بگو اوباما، نه ترسو بگو اوباما. حالا بعضی ممکنه اون خیلی دیکتاتورش ندونه، بالاخره حکومت هایی که زور میگن دیگه، زور دارن امروز، حکومت های زوردار هستن دیگه، نه زور میگن به کشورهای ضعیف. حالا اون فرعون با اینا چه فرقی داره؟ اونم زور میگفت، منتاش اون زورش کمتر بود، زورشون زیادتر. اخلاق پیش نرفت، رأفت بشری پیش نرفت. یکی از راهایی که الان ابتدایی به ذهن من میاد اینه که حالا که تکنولوژی داره پیش میره و راهی بر جلویش نیست، میاد این اخلاقی قد پیش بره. حالا چگونه اخلاق میشه پیش برد؟ اونم خیلی سخته که چجوری اخلاق پیش به فراگیر بشه و محبت انسانی گسترش پیدا کنه. محبت، اخلاق هم اگه محبت نباشه بازم فایده نداره. محبت، آدم ها همه دوست بدارن، همین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.